مقامات آرژانتین سرتر تلاشند که با شدیدترین حجوم ملخ ها در نیم قرن اخیر مقابله کنند گروهی از دانشمندان به یک مدل ریاضی که بر اساس آن میتوان با حجوم این حشره نابود کننده محصولات کشاورزی مقابله کرد دست پیدا کردند علاوه بر این دانشمندان میگویند با صدای هواپیماها هم میتوان حجوم دست جمعی ملخ ها را مختل کرد برگردان گزارش رو ببینیم از دبرا بلاک حجوم ملخ ها بر نقاط مختلف جهان از آفریقا تا آسیا تا آمریکای جنوبی بر محصولات کشاورزی تاثیر مخرب میگذارد حجوم میلیونی و برخی اوقات میلیاردی این حشره میتواند در عرض چند دقیقه محصولات کشاورزی را در چندین هکتار از بین ببرد سالهاست که دانشمندان در تلاشند به موثرترین راه مبارزه با این آفت زیستی دست یابند یکی از راه‌های اولیه مبارزه با هجوم ملخ ها استفاده از حشره های صنعتی است اما بسیاری از کشورهای فقیر توانایی خرید این آفت ها را ندارند اما هم اکنون دانشمندان در بریتانیا به یک مدل ریاضی دست یافتند که از رفتار هجوم ملخ ها الهام گرفته با استفاده از آن می با هجوم این حشره مقابله کرد پژوهشگران با استفاده از یک پهنه حلقه شکل به تحلیل حرکت گروهی ملخها در اندازه های مختلف و تعامل آنها با یکدیگر پرداختند مثلا زمانی که تعداد کمی از ملخها در این پهنه قرار گرفتند حرکت گروهی نداشتند کریسیان یتس استاد دانشگاه باث میگوید که تعداد ملخ ها بر عملکرد گروهی آنها موثر است. اما همین که تعداد بیشتری ملخ در این پهنه قرار می دهیم، ملخ ها به صورت هماهنگ یا در جهت حرکت اقربه ساعت و یا برخلاف آن به پرواز در میآیند. تغییر جهت حرکت آنها در این پهنه خود به خود اما هماهنگ است به گفته این پژوهشگر صرفا دو ملخ می توانند حرکت گروهی را تغییر بدهند مهمترین بخش یافته ما این است که صرفا حرکت دو ملخ در جهت خلاف جهت پرواز گروهی ملخ ها را تغییر می دهد به گفته وی این بدین معنی است که ملخان نسبت به عدم قطعیت حساس هستند و بنابراین پرواز هواپیما در بین آنها می تواند هماهنگی جهت پرواز آنها را تغییر دهد بنابراین می توان با استفاده از هواپیمایی که در نزدیکی آنها به پرواز درآید جریان باد را تغییر داد. همچنین می توان با استفاده از دستگاه های مافوق صوت جهت حرکت گروهی آنها را مختل کرد. این پژوهشگر بر این باور است که کارآمدترین راه مبارزه با حجوم ملخا استفاده از حشره کشهای قوی با هدف جلوگیری از تخمگذاری آنهاست